تصور عموم مردم از یک نویسنده، به خصوص نویسنده‌ای برجسته و نوبل گرفته، فرد تنها و عبوسی است که در اتاقی نشسته و در مهی از دود سیگار مشغول تایپ کردن است. تصور اینکه نویسنده‌ای موفق روزگاری کارگری می‌کرده یا اصلاً در زندگیش کار دیگری جز نوشتن بلد است، دشوار می‌نماید. اما این قضیه با واقعیت زندگی خیلی از نویسندگان برجسته صدق نمی کند و در این میان جان شاینبک یکی از بهترین مثالهای نقض می باشد که سالها با طبقات فرودست جامعه آمریکا در قالب شغلهای از قبیل میوه‌چینی، کارگری ساده، نگهبانی و غیره دمخور بوده است. زندگی پرفراز و نشیب جان شاینبک با حوادث فراوانی گره خورده و موضع‌گیری‌های تند سیاسی وی از تفکرات مارکسیستی در جوانی تا تفکرات لیبرالیستی را در بر می‌گیرد. شاخص‌ترین آثار جان شاینبک یعنی خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها متعلق به دورانی است که وی در اوج تفکرات مارکسیستی با استفاده از تجارب زندگی‌اش در تهی‌دستی توانسته آثاری جذاب و در عین حال واقع‌گرا بیافریند که به سختی می‌توان در آثار دیگر نویسندگان آمریکایی برای نظیری یافت. رمان خوشه‌های خشم روایت زندگانی خانواده جاد است. خانواده‌ای پر جمعیت، تنگ دست و ساکن ایالت اوکلاهامای آمریکا که در بحران اقتصادی دهه 30 زمین‌هایش را از دست می‌دهد و اعضایش مجبور می‌شوند به امید یک زندگی بهتر به ایالت کالیفرنیا کوچ کنند. اما در مسیر رسیدن به کالیفرنیا با چیزهای متفاوت از تصوراتشان مواجه می‌شوند. رمان در سال 1339 چاپ شد و با فروش فراوانش خیلی زود به چاپ دوم و دوم به بعد رسید و شاینبک در سال 1340 جایزه ادبی پولیتزر را برای این رمان دریافت کرد. این رمان چندین بار به زبان سینما برگردانده شده است، ولی فیلم خوشه‌های خشم که جان فورد در اوج کارنامه حرفه‌ایش به سال 1940 ساخت همچنان نسبت به دیگر اقتباس‌ها از نظر شهرت و اعتبار بی‌رقیب مانده است. شاینبک از فیلم جان فورد راضی بود و به خصوص بازی هنری فاندا را در نقش اصلی بسیار می‌ستود. فیلم خوشه‌های خشم توسط منتقدان مورد استقبال قرار گرفت و نقدهای بسیار منفی نیز دریافت کرد. چیزی که در نقدهای منفی بر این فیلم جلب توجه می‌کند این است که جان فورد اثری ساخته که به اندازه رمان شورشی و معترض نیست. در فیلم‌های اقتباسی همواره بحث وفاداری یا عدم وفاداری به منبع اقتباس مطرح بوده است و به خصوص درباره آنهایی که بر اساس شاهکارهای ادبی ساخته می‌شوند. وجود تفاوت با منبع اصلی واکنش‌های منفی بیشتری را از سوی طرفداران کتاب برمی‌انگیزد. از طرفی دیگر بسیاری از صاحب نظران هنر سینما معتقدند فیلم‌هایی که از روی شاهکارهای ادبی ساخته می‌شوند باید تفاوت‌هایی را متناسب با مدیوم سینما بر اثر اصلی وارد کنند و این تفاوت‌ها می‌تواند شامل درون‌مایه و مضمون اثر هم بشود. به خصوص وقتی فیلمسازی برجسته کار اقتباس را انجام می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت که وی تفکرات و علایق خود را کنار بگذارد و فقط در راستا و جهت تفکرات خالق اثر اصلی حرکت کند. در واقع کارگردان باید فیلم خودش را بسازد. جان شاینبک در رمان تأکید ویژه‌ای بر مشکلات ناشی از صنعتی شدن و حرص و طمع مالکان بزرگ برای طبقه فرودست جامعه دارد که این تفکر را تا حدودی از گرایشات مارکسیستی وی در آن دوران سرچشمه می‌گیرد. اما جان فورد این تأکید را کمرنگ کرده و به جای آن علاقه‌مند است تا خانواده‌ای را به تصویر بکشد که بحران‌های اقتصادی باعث فروپاشی‌اش می‌شوند. رمان شخصیت‌هایش را بیشتر در حال کار کردن توصیف می‌کند، ولی در فیلم به جز سکانسی کوتاه چیز زیادی از کارهای یدی این خانواده نمی‌بینیم. در عوض مرگ‌ها و جدایی‌های فیلم نسبت به رمان پرسوز و گداستر هستند. شاید مهمترین تفاوت فیلم نسبت به رمان در شخصیت پردازی مادر خانواده باشد. مادر خانواده جاد در فیلم حضور مؤثرتری دارد و فقط یک ناظر صرف نیست. جان فورد علاقه فراوانی در به تصویر کشیدن مادران مهربان و قدرتمند دارد و مادر خانواده جاد در فیلم خوشه‌های خشم یکی از آنها و شاید بهترین و مهمترینشان باشد. ولی باید اول یک چیزی رو بفهمم. اذیتت کردن پسرم؟ اینقدر اذیتت کردن که دیوونه بشی؟ دیوونه بشم؟ گاهی از این کارا میکنم. نه اولش سخت بود ولی بعد عادت کردم. گاهی خیلی آدم ها اذیت میکنن، اینقدر اذیت میکنن که آدم دیوونه و آسی میشه.
هرچی بیشتر اذیتت کنن بیشتر جوشی و عصبانی میشی، تا جایی که دیگه آدم نیستی، تبدیل میشی به یه حیوان آسیب. تو رم اذیتت کردن پسرم. دل واپس من نباش معلم.